بریم که یک بوسه آتشین و یک مارتینی گریپفروت درست کنیم. دو تا کوکتل هم زمان. درخواست کوکتل با گریپفروت شده. از اونجایی که درخواستش خیلی ویژه بوده، نه تنها یه دونه، بلکه میریم دو تا کوکتل همزمان با گریپفروت درست کنیم. بعد میریم که یه ذره آب گریپفروتمون رو بگیریم، ولی قبل از اون یه تیکه از پوستش برای گارنیش جدا میکنیم. چند تا دونه یخ توی لیوان مارتینی که خنک بشه. کوکتل دوم چون قراره که با یخ سرو بشه، نیازی نیست که خنکش کنیم. برای دو تا کوکتل نیاز به دو تا شیکر داریم. میتونید کوکتلا رو پشت سر هم درست کنید، نیاز به دو تا شیکر ندارید، ولی چون من میخوام همزمان درست کنم، از هر دو تا شیکر هم استفاده میکنم. کوکتل اول رو اسمش رو گذاشتیم کوکتل بوسه آتشین. جلوتر میبینید چرا اسمش بوسه آتشینه و پایه الکلیش ودکاست. 4 سیل ودکا. بعدش ما 6 سیل آب گریپفروت تازه استفاده میکنیم. اگر که از آب گریپفروت تازه هم نمیخواید استفاده کنید، اصلا درست نکنید. خیلی مهمه که آب گریپفروتتون واقعا تازه باشه. گریپفروتتون. این 4 تا. اینم 2 تا. و برای اینکه اون ترشی گریپفروت رو یه ذره بالانسش کنیم، از 2 سیل سیمپل سیروپ یا همون ترکیب 1:1 آب و شکر استفاده میکنیم. توی هایلایت توضیح دارم که چجوری سیمپل سیروپ درست کنید. این الان شد پایه نوشیدنی اولمون. بریم لیوانش هم آماده کنیم. من اینجا 1 قاشق نمک و 1 قاشق چیلی دارم که ذره نارقاتی میکنم و اون بوسه آتشین رو روی لیوانمون خلق میکنیم. یه گوشه از لیوانو با لیمو قشنگ، بعد میزنیم توی ترکیب فلفل و نمک و همیشه ریممون رو یه ذره مرتب میکنیم که قشنگ مثل یک بوسه‌ای بر لیوانمون بشه. این شد بوسه آتشین و میریم که برای کوکتل دوم گریپفروت مارتینی بر پایه جین درست کنیم. 4 سیل جین خونگی خودمون، 5 سیل آب گریپفروت، 4 تا. و برای اینکه ذره شیرین بشه و بازم طعمش بالانس بشه، 2 سیل از لیکور پرتقالمون می‌ریزیم و حالا یخ اضافه می‌کنیم و حالا شیکشون میکنیم. حالا سروشون میکنیم. شروع میکنیم با این بوسه آتشین. چرا اسمش بوسه آتشینه؟ به خاطر این ریم چیلی و نمکش که اگر از اینجا بنوشید حس یک بوسه آتشین رو بهتون میده. دیگه چی میخواین از یک کوکتل؟ عالیه، خنک، شیرین، طعم گریپفروت توش عالیه. طعم ودکا رو میشه گفت یه جوری اصلا حس نمی کنید. با اون تلخی و ترشی گریپفروت ودکامون یه جوری خونسا شده. اونا که کوکتلای ملایم دوست دارن عاشق این میشن، تو اصلا انگار نه انگار توش کوکتلی هست. میتونید تو همین ترکیبات مثلا ودکا هم نزنید، بعدش آب سودا اضافه بکنید، میشه موکتل. حالا بریم این مارتینی گریپفروت رو امتحان کنیم. با جینم عالی میشه. معطر بودن جین، یه ذره ترشی گریپفروت، اون طعم لیکور پرتقالمون عالیه.
فلفل قرمز و نمک با گریپ فروت و ودکا خیلی ترکیب خوبی داره. اینو حتما امتحان کنید. عالیه. این ترکیب به نظرم عالیه. خستگی آدم در میره بعد از یه روز کاری، یه همچین بوسه آتشینی از این کوکتل خوب. دیگه چی میخوایی؟